بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که با در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درسها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس از ریاضی صنف دوم تحت عنوان توابع متزاید و متناقص. توابع متزاید و متناقص، صفحه 93. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه ما تحت از این عنوان چیزایی که لازم است یاد بگیریم، ما یک بار عنوان براتون بالا میکنم. توابع رو دیگه شناختین، بله، دیگه یه جواب تعریف و تجزیه و تحلیل را میکنن. متزاید زیاد شدن و متناقص کم شدن. یادتان هست متزاید چی مونه؟ زیاد شده بره و متناقص یعنی کم شده بره. خب اینا رو بیاییم که ما چی قسم یک تابیر متناقض میگیم و چی رقم یک تابیر متزاید میگیم و بالاخره چی قسم تابیر نه متزاید میگیم نه متناقض که امون تابیر ثابت باشه که قیمتش هیچ تغییر نمیکنه، نه کم میشه نه زیاد میشه. یک چیز یا زیاد میشه یا کم میشه یا به حالش میمونه. زیاد شد متزاید، کم شد متناقض، به حالش مون ثابت. خب دوستای عزیز، اول بیاین که متزایدش ببینیم. شرطایش در کتاب برتان میگه، میگه که x1 اگر کوچکتر از x2 شود و در این حال f(x1) هم کوچکتر از f(x2) شود. متوجه شدین؟ اینمی تابیر ما میگیم تابیر متزاید. چطورش اینال ببینید، یک تابیر در نظر میگیریم، مثلا وای مسایی با اکس مربع. خب قیمت میتیم، از قیمت های که خوب معلوم شوه فهمیده شوه، مثلا منفی یک قیمت بتیم اینجا، وای چی میشه دوست عزیز؟ اینجا اگر یک قیمت بتیم، منفی یک مربع شد و مثبت یک میشه، نی؟ آه درست؟ منفی یک. اگر دو قیمت بتیم، دو رو که در اینجا بانیم میشه چهار. خب بس این قیمت ها فهمیدین نی؟ اینا نسای کنین، اگر ما این را اکس یک بگیریم، این قیمت اولی، این را قیمت دومی رو بگیریم، این را تابش در نظر بگیریم که وای از اف اکس نی؟ x1 بینید منفی یک کوچکتر از اینجا که بانیم، منفی یک کوچکتر است از دو. قبول هست دیگه نی؟ اینا ده تابش که جور کنیم، سه کنین f x1 یعنی امی منفی یک که در تابه بانیم جا بشن، دوستا عزیز چند میشه؟ یک میشه دیگه، مربع یک کوچکتر است از قیمت دوره که بانیم در تابه. دو که مربع شد اینه چار میشه نی؟ سه کنیم منفی یک همون دیم مثبت یک شد، دو که مربع چار شد. در این حال که یعنی بین اکس یک اکس دو منفی یک کوچکتر از منفی دوست، تابشم شما متوجه هستین، تابشم یعنی مثبت یک کوچکتر است از چار، مثبت یک کوچکتر از چار نی؟ پس اینی تابی چیز متزاید. انشاءالله که دوستای عزیز ما درک کرده باشن. خب باز در رسم که کشیدیم، باز میگیم که تا کدام ساحه متزاید است با در کدام ساحه متناقص، یعنی دائما متزاید هم نیست ولی در همین قیمت ها یا در همین ساحه این متزاید است. انشاءالله که این دوستای عزیز ما درک کردن. سیست خب متناقضش چطور؟ باز رسم که کشیدیم با ساحه هایش را تعیین میکنیم براتون. در صورت دیگه اگر همین x1 کوچکتر از x2 شود لکن تابعشان f(x1) بزرگتر از f(x2) شود،
اینه با دهی صورت تابی چیه دوست عزیز؟ متناقض. چطور؟ چطور؟ چطورش شما در یک تابی سکنین f x یا کمی را y میگیم و شما y مساوی با منفی x مربع قیمتش سکنین دوست عزیز؟ ای x ای y باز ما قیمت منفی یک شروع میکنیم اینجا اگر منفی یک بانیم منفی یک مربع مثبت یک میشه اینی پس تاثیر میکنه منفی یک میشه ها؟ در تابی منفی یک مربع که قیمت بتیم اونا در چیزشون ببینیم که در امو قیمت گذاری در صورت دیگهش خب اینجا دیگه یک قیمت نمیتیم مثبت یک قیمت میتیم برای از این که در کتاب همتون میخوانین یک مربع باشه با یک این منفی سرش تاثیر کنه میشه منفی یک متوجه سین دیگهش دو سایزی چی قیمت داده یک و منفی یک منفی یک و یک خب در صورت ببخشید منفی یک اگر قیمت بتیم منفی یک ببینید اون چیزی که در کتابتان است یکیش منفی یک قیمت دادم خب منفی یک قیمت بتیم میشه ببینید دوست عزیز اینجا منفی یک مثبت یک مربع میشه بعد اینجا پس میشه منفی یک خب ثابتش نمیگیریم دیگه خب به دفعه متوجه شدیم که f منفی یک کدام قیمت داده منفی یک و منفی منفی یک یک قیمت داده شده دو شده و منفی یک قیمت داده شده منفی چهار منفی یک قیمت بتیم منفی یک دینج دوسته عزیز در تابی خود منفی یک که قیمت بتیم مثبت یک میشه این پس منفی یک میشه فکر کنم که در امی کتاب اشتباه شده یا ای که ما اشتباه میکنیم دو از کجا شد ببینیم در قیمت گذاری دوش از کجا شده منفی یک وقتی که ما یک قیمت بتیم منفی یک میشه یک اشتباه را ببینیم دوست عزیز کوچکتر از دو اون از کجا اشتباه هست منفی یک دو فکر میکنم که در کتاب اشتباه هست در کتاب دمی قیمت گذاری در غیر از اون منفی یک که دوست عزیز یک قیمت بتیم سعی کنین ای اکس ای وای منفی یک قیمت بتیم مثبت یک میشه یعنی امریزی پس منفی یک میشه خب خود یک اگر قیمت بتیم چطور است یک که قیمت بتیم یک مثبت یک منفی یک میشه بازی کوچکتر از این است منفی یک منفی دو اگر قیمت بتیم که از ما دیگه درست میایی نمیه خب منفی دو اگر قیمت بتیم اینجا منفی دو مربع چند میشه دوست عزیز مثبت چار اینجا میشه منفی چار منفی دو منفی دو یک بزرگتر است از چیز چی باید کرد خودمو باید جور کنیم میره دوست عزیز خب یک اگر قیمت بتیم ایچ تو میشه منفی دو مربع اینو میدونی که دوستای عزیز یک جنجال پیش آمد در قیمت گذاری در تعریف یک چیز گفته شده و در قیمت گذاری یک چیز دوستای عزیز مبره باید اشتباهش ما پیدا کنیم در این جدول متوجه هستیم که صفر و صفر قیمت داده شده منفی یک و منفی یک بیاییم که میره صفر و یک قیمت بتیم که چی میشه صفر و یک قیمت بتیم صفر و منفی یک صفر بازی وقت کوچکتر شده را میتونم خب دوستای عزیز همین قسمت معذرت ما را فعلا قبول کنین که یک کم دقت کنین من هم میفهم که در کتاب اشتباه هست در قیمت گذاری که ما را اگر روی کتاب کار نکنیم برای شما جنجال میشه و اگر از پیش خود قیمت بتیم باز درست نمه خب امی تابی اولا براتون یک رسم کنم بعد از او باز گپ میزنیم که امو صحیحش براتون نشان بدیم ببینید دوست عزیز وای مساوی با اکس مربع خب اینجا میشه اکس اینجا وای صحیح قیمت میتیم صفر صفر منفی یک قیمت بتیم اینجا میشه مثبت یک متوجه سین مثبت یک قیمت بتیم
اینجا میشه مثبت یک. منفی دو قیمت بتیم اینجا میشه مثبت چهار. اینجا که دو قیمت بتیم یا میشه مثبت چهار. این می قیمت ها را که در روی دستگاه کمیات وضعیه ما شما نصب کنیم ببینیم چی جور میشه. وای وای زبر. صفر و صفر مبدا، متوجه سین؟ منفی یک و مثبت یک. اینی دوستای عزیز روی x منفی یک، روی y مثبت یک. این هم رایزی وصل میکنم. مثبت یک مثبت یک، یا مثبت یک، اینجا هم دوستای عزیز مثبت یک. این نقطه پیدا میشه، درست است؟ منفی دو، این منفی دو، مثبت چار، یک دو سه ای چار، این را وصل کنیم. خب اینا رو بریم به طرف دیگه مثبت دو، این مثبت دو، اینجا هم چار. نقاط با دقت وصل کنیم. این تابی وای مساوی با اکس مربع. اینا رو ما گفتم دائما متضاد یا دائما متناقض نیستن. سعی کنین از این طرف که میه از صاحب منفی لایتنایی این طور حرکت که میکنم میه در صفر، نیم جا خود صفر است. این از منفی لایتنایی تا به صفر، از منفی لایتنایی تا به صفر که میه تابی متناقض است، کم میشنی؟ مثل که در کتاب هم همیتو ذکر کرده گفته در صورتی که از منفی لایتنایی متوجه است به طرف صفر به متناقض، از صفر که برو به طرف مثبت لایتنایی. این ساقه خو منفی لایتنایی است نیست و این ساقه هم چی؟ مثبت لایتنایی. این حاله از صفر که برو به طرف مثبت لایتنایی، از صفر به طرف مثبت لایتنایی تابی چی میشه؟ اینجا زیاد شده میره، پس تابی میشه دوستای دید چی؟ متضاد. خب در صورت تابی دومش که متناقض باشه فعلا درست چیز میکنیم اما پیش نمیبریم به خاطر ازی که جواب باید درسی که گفته میشه دقیق باشه. من نمیفهم اشتباه در کجا هست. خیر اینو برای ساعت دیگه ان شاء الله با سرش کار میکنیم. در رابطه با توابع جفت و تاق اگر یک تعریف کنیم بد نیست که یک ذره درس پیش بره. سعی کنید چی وقت تابع را ما جفت میگیم و چی وقت تاق میگیم. اگر داشته باشیم به این شکل که میگه یک تابی یعنی اف اکس زمان جفت است، زمان جفت است که اینمی اکس است اگر به عوضش منفی اکس بانیم در تابی کدام تغییر نمه. متوجه سین تعریفش دوسته؟ یعنی به عوض اکس اگر منفی اکس بانیم تغییر نمه. چطور؟ خب متوجه شوین اف اکس مساویس با اکس مربع، این تابی ما، درست؟ اگر بونیم که f منفی x، منفی x یعنی مونش که عوض x چی بونیم؟ منفی x، منفی x، منفی x که مربع شد، اینان منفی x که مربع شد پس میشه x مربع. شما بینیم که در تابع کدام تغییر نامد، اردوش x مربع شد، یام x مربع بود اول، ایران که منفی x موندیم داخل چی برامد؟ x مربع. پس این تابع جفت است، درست؟ چی وقت یک تابع تاق است خیلی؟ چی وقت تاق است؟ ببینین تاق شد دوست عزیز؟ میگه اگر یک تابع داشته باشیم اف اکس اگر ما به عوض اکس منفی اکس بانیم تابع اتو میشه منفی اف اکس، یعنی تابع منفی میشه. در این صورت باز تابع رو میگیم چی است؟ تاق است. مثلا یک مثال بگیریم. خب اگر داشته باشیم که اف اکس مساوی با x و توان 3 اینا رو با عوض x منفی x بانیم، عوض x چی بانیم دوست عزیز؟ منفی x مساوی است، عوض منفی اینجا که قیمت بانیم عوضش منفی x 3 دانست نی؟ منفی x ضرب منفی x. خب f منفی x مساوی میشه 3 دانه منفی، منفی زگه دوست عزیز نیسته؟ سینون اکس منفی است، یا که ضرب شده قاعده یک قاعده توانش میشه جمع میشه. این رو سعی کنیم که اف اکس منفی اف اکس شد، اف اکس خب سعی کنیم منفی اف اکس شد، پس اینی تابی تابی چی از دوست عزیز؟ تاق. انشالله که در رابطه با تابی تاق و جفت
کدام مشکلی براتون پیش نامد. در رابطه با تابع ثابتم که نه متزاید است نه متناقص، اما دوستای عزیز قیمت تابع ثابت شما در نظر بگیرید. مثلا وای مساوی با سی، وای مساوی با سی، این یک تابع ثابت است. فرض کنیم امیر وای مساوی با سی بگیریم سه، این یک تابع ثابت است دیگه. یعنی همیشه این نه زیاد میشه نه کم، که در کتاب یک رسمش براتون کشیده. فرض میکنیم امی تابع وای مساوی با سی، اگر ما در روی دستگاه کمیت و وزن رسم کنیم اکس اکس زبر وای وای زبر، خود تابع چند است؟ سه. یک دوی سه. میبینیم که در تمام قسمت قیمتاش چی میشه؟ ثابت است. نی دو خط موازی، در بین دو خط موازی فاصله معمولا چی؟ ثابت. اگر چی که x1 کوچکتر از x2 هست اینجا، مثلا نگه اینجا را منفی 3 بگیریم، اینجا مثبت 3 است، دو قیمت ای x1 بگیریم یا x2. درست است که x1 کوچکتر از x2 است، لیکن f x ثابت است، خود تابع ثابت است، 3 است، خودش 3 است. یعنی فاصله ها به صورت عموم خود حفظ میکنه که فاصلیشون چی باشه؟ سه باشه، یک دو این سه و همین قسم دیگرش. فکر میکنم در مورد تابع متزاید، تابع ثابت، تابع جفت و تابع تاق کدام سوال براتون باقی نمان. تنها در تابع متناقض دوستای عزیز برای ازی که گفتیم وقت زایی نشه، یک کمی دیگه هم دقت کنیم انشاءالله برای ساعت دیگه براتون به شکل بسیار واضح و روشن دقیق با مثال انشاءالله براتون توضیح خواهد کردیم. خب تشکر از توجهتان، اینال وقت عزیز که اینمی گفاره یک بار خودتان هم دوستای عزیز امیره کار کنین در فعالیت سنفی که فراموشتان نشه. در فعالیت سنفی چی چی دوستای عزیز میگن؟ توابع متزایده یک، توابع ثابته ای دو، تابع طاقه و جفته و تابع جفت. با مثال توضیح کنید نمیره دوستایش، با مثال توضیح کنید. خب بله بله، علیکم السلام، بفرمایید. شکر فرض خدا، سلامت زنده باشه. خب اینا چون در پروگرام ما نیست، نه در کتاب، در کتاب ذکر نشده است، بازی رو بخیر باز براتون در درس میگم در پروگرام های سوال جواب، ولی در پروگرام ما که نیست کوشش کنین چیزایی که در پروگرام شامل است ما با شما سرش بحث کنیم، درسته؟ خب و انشالله براتون ها انشالله میگم در فرصت مساعد، ولی در پروگرام نیست نی؟ خب تن آمادیم در مورد توابع در توابع متناقض حالا براتون پیشتر گفته نشد، حالا براتون متوجه شدیم براتون میگم، صحیحه؟ اما بلازی که اما چیز نبه، سکتگی نبه. تشکر از توجهتان، تشکر. خب خواهش میکنم. ببینید دوستای عزیز، در رابطه با درس پیشتر ما شما در تابع متناقض، تابع متناقض یک جنجالک پیش آمد، درست؟ شرطش این رقم بود که x1 کوچکتر از x2 باشه، یک، و اما fx1 بزرگتر از fx2 باشه. پیشتر یک جنجال پیش آمد و آره امون جنجال براتون رفع میکنیم که چطور یک تابع متناقض ما شما میگیم. خب ببینین اگر ما x1 خدا در تابع y مساوی با منفی x مربع، این دینی تابع که بگیریم، x1 خدا منفی 1 قیمت بده، در اینجا منفی یک مربع مثبت یک میشن رایزی، پس منفی یک میشن نمیشن، یعنی وای یکش به حساب چی میشن؟ منفی یک. خب اینال اگر ما اکس دو بگیریمش، متوجه هستین دوستای عزیز، قیمت بتیم در اینجا به عوض
دو عوضش دو قیمت بتیم با سی میشه وای دوی ما منفی چار میشه، دو که مربع شده چار علامهش منفی منفی چار. اینا رو سعی کنین، اینی اکس یک و اینی اکس دو، اینا واقعا منفی یک کوچکتر است از دو، این دین یعنی منفی یک کوچکتر از دو شد. قبول؟ در مورد این تابش که وای باشه منفی یک، منفی یک باز کوچکتر از منفی چار نیست، چرا قدری که منفی یک از منفی دو شو بریم خرد شده میره، پس بینی که منفی یک بزرگتر است از منفی چار، یعنی منفی چار از منفی یک قدر که دور بریم خرد شده میره. اینی شرط صدقت. پس اگر اینمی شرط وجود داشته باشه با اینی مثالش تابعی چی میشه؟ متناقض. انشاءالله اشتباهی که پیشتر در درس وجود داشت در تحلیل تابع متناقض این مشکل هم انشاءالله رفع شده باشه. صحیح دوستای عزیزم؟ خب اینا رو یک رسم شما میکشیم که صحیحش براتون تعیین کنیم که کدامش تابع در کدام ساحه متزاید است تابع در کدام ساحه متناقض. این رو براتون یک رسم کنیم. ببینید دوستای عزیز وای مساوی به منفی اکس مربع، درست هستی؟ قیمت بدیم ای اکس ای وای، اکس صفر وای صفر، اکس منفی یک، اینجا بانی قیمت منفی یک میشه که منفی یک مربع، درست است؟ وای مساوی، ولی منفی در خارج قوس هم داریم نی؟ پس وای مساوی منفی یک مربع مثبت یک یا منفی یک میشه، فلازه یا منفی یک. اگر وای مثبت یک بانیم، مثبت یک، مثبت یک مربع، پس وایم در صورتی که مثبت یک بونیم اکس اینجا مثبت یک قیمت بونیم مثبت یک، بازم وای چی میشه؟ منفی یک میشه، وای بازم منفی یک میشه، چرا ما مثبت یک مربع ریزی بازم منفی یک میشه. خب اگر دو قیمت بتیم مثبت دو، دو دو که مربع شود چار که دازی منفی چار، اگر منفی دو قیمت بتیم منفی دو مربع مثبت چار میشه که دازی باز منفی چار میشه. اینا رو اینه میره در روی دستگاه کمیات و وضعیت اینه براتان یک رسم میشه کنیم. خب متوجه شویم؟ اکس اکس زبر، وای وای زبر، صفر و صفر، منفی یک و منفی یک، اینی منفی یک اینجا منفی یک، این دو تا رو به هم وصل کنیم یک نقطه، مثبت یک منفی یک، اینی مثبت یک میشه، منفی یکش پایین منی اینی نقطه. خب مثبت دو منفی چار، اینی مثبت دو منفی چارش پایین منی یک دو سه ای چار، این رو میدونم میتونم میرم. خب منفی دو منفی چار، اینی منفی دو پوان میاری میشه این منفی چار، با دقت این صفر و صفر خود داشتیم با دقت وصل میکنیم ایر به شکل من اینمی تابع وای مساویس با منفی اکس مرابع. خب اینا رو گیره شما سعی کنین از منفی لایه تنوعی که حرکت میکنه این زیاد شده میره به طرف صفر زیاد نمیشه میشه، خیلی در ساحه در کدام ساحه ببینین دوستای عزیز در ساحه منفی لایه تنهایی تا به صفر از اینجا این تو حرکت متزاید، قبول؟ اینان از صفر میره به طرف مثبت لایه تنهایی، از صفر به طرف مثبت لایه تنهایی تابی متناقض، مثل که در کتابتان امی موضوع را ذکر کرده، انشاءالله سوال براتان باقی نخواهد ماند که از صفر به طرف مثبت لایه تنهایی متناقض، از منفی لایه تنهایی به طرف صفر یعنی زیاد شده میده این طرف چی میشه؟ کم شده میده، از منفی لایه تنهایی نه تا به صفر متزاید، از صفر به طرف مثبت لایه تنهایی متناقض. انشاءالله که در این کدام دوستای عزیز مشکل پیش نامد، بازم اینال در پروگرام سوال و جواب مشکلی که پیشتر وجود داشت جواب دادیم، اگه دوستای عزیز ما کدام سوال داشته باشه آزادانه میتونن از ما سوال کنن.
تنها در مورد توابی زینهی دوستای عزیز و سایر توابی اگر آمد در پروگرام درسی ما و شما آمد میگیم انشالله مشکلی که باشه اگر در پروگرام بود مثل که در آینده ها اگر آمد و در پروگرام براتون میگیم اگر نامد بر معلومات دوستای عزیز اگر باز خواستن خیر است او را باز در موقعش انشالله گپ میزنیم در غیر از او اضافه تر از محد پروگرامی که داریم باید ما شما زیادتر گپای اضافی گفتن نشه بلازی که شاگردای عزیز ما باز در تشویش میفتن سرشان سقیل میشه اگر مشکل میشه اما در رابطه با استادای بزرگوار هزار دفعه ما هیچ کدام گپی نیست ساعت دیگه باز باز راجع به توبه زینهی یا هر مشکلی دیگه که بود ما سرسیم جواب بتیم اما کوشش کنیم در مچوکات پروگرام خود که بریم بهتر خود بود بازم منتظر دوستای عزیز خود هستیم امیدوار هستم از درس امروز ما توبه متزاید دوستا شناخته باشن توبه متناقض هم شناخته باشن شرطایشون که براتون گفتیم توبه ثابت هم شناخته باشن توبه جفت هم شناخته باشن و توبه طاقم یعنی 5 تا توبه توبه متزاید توبه متناقض توبه ثابت توبه جفت و توبه طاق با مثال هایش انشاءالله دوستای عزیز ما فهمیده باشن کمی پروگرام ما بود در چوکات کتاب و درسی که ما شما در این سنف دباید یاد داشته باشیم در این چیزی که در کتاب ما شما گنجانیده شدن و اگر در این مورد کدام سوال باشه مشکل باشه در این گپایی را که گفتیم و چیزی که در کتاب است مشکل باشه معذر هستیم برای دوستا جواب بدیم خب طوری که دیده میشه دوستای عزیز ما مثل که سوال ندارن تا ساعت دیگه که با در خدمت شما عزیزا باشیم شما را به خداوند یکتایی به همتا بسپاریم.